اسرائیل کیست و چگونه روح را قبض می کند؟ آیا ملک الموت به تنهایی می تواند روح همه را قبض کرده و جانشان را بگیرد؟ اگر به مباحث معاد و عالم پس از مرگ علاقه دارید، توصیه می کنم تا انتهای این ویدیو رو با ما همراه باشین و برای حمایت از ما کافی این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال مسلمان تیوی رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا جدیدترین ویدیوها رو زودتر از بقیه ببینید. انسان وقتی در حال احتضار افتاد روحش قبض میشه و رخت از جهان ماده بر میبنده. دفن جسم و عروج روح به ملکوت برزخ همچون جنینی که جفت خودش رو رها کرد و پای در دنیای وسیع تری گذاشته. دوران زندگی در جنین موقت و زندگی انسان در دنیا نیز موقت. جنین با تولد از مادر محیط محدود رحم رو ترک میکنه و به محیط وسیع دنیا قدم میگذاره. جفتش رو که در رحم با او بود از وی جدا میکنن و به خاکش میسپارن و خودش به زندگی ادامه میده. انسان نیز با مردن از تنگنای رحم دنیا بیرون میاد. در 14 مورد از آیات قرآن از توفا به معنای گرفتن استفاده شده. از این رو میگن اسرائیل قابض الارواحه، یعنی جونها رو میگیره. اگر فوت در قرآن به کار میرفت به معنای نیست و نابودی و تباهی و تمام شدن بود. لکن از توفا به معنای استیفا و تحویل گرفتن استفاده شده. از امام صادق سلام الله علیه پرسیده شد آیا روح پس از آن که از بدن خارج شد پوسیده می شود؟ حضرت فرمود تا روزی که در سور دمیده شود همچنان پایدار و باقی خواهد بود. روح و جسم مانند عطر و گل میمونه. وقتی انسان میمیره مانند گل جسم او پژمرده میشه، اما روح او به سان عطری که از گل گرفته شده و در شیشه نگهداری میشه باقی میمونه. اگر برگ گل بریزه بذرها و هسته های به وجود آورنده گل همچنان باقیه. قرآن مجید درباره قبض روح می‌فرماید خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند. در جای دیگر می‌فرماید بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را می‌گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید. و در نهایت می‌فرماید زمانی که مرگ یکی از شما فرا رسد در این هنگام فرستادگان ما جان او را می‌گیرند. با توجه به آیات سگانه و تضاد ظاهری که در بین اونها وجود داره، سوال اینجایی که قبض روح توسط چه کسی و چگونه انجام میشه؟ میدانیم فرمان روایی از آن خداست. اسرائیل قابض الارواح و دیگر فرشتگان کارگزار خدا هستند. وقتی که سلطانی شهری رو تسخیر کنه میگن سلطان شهر رو گرفت، یا اینکه حاکم شهر رو گرفت، یا لشکر شهر رو گرفت. همه اینها به سلطان برمیگرده. بنابراین این آیات هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارند. اگر ملائک جانها را میگیرند، در واقع خدا به وسیله فرشتگان قبض کننده روح جانها را میگیرد. لوحی جلوی حضرت اسرائیل که اسم همه تو اون ثبت شده. حتی خود اسرائیل هم نمیدونه قرار جون چه کسی رو بگیره. از امام صادق سلام الله علیه پرسیده شد آیا ملک الموت میداند جان چه کسی را باید بگیرد؟ حضرت فرمودند خیر، بلکه فرامینی از آسمان ها نازل میشه که جان فلان فرزند فلان رو بگیر. عجل هر کس برسه اسمش پاک میشه و فوراً اسرائیل قبض روحش میکنه. ممکنه هزاران نفر اسمشون پاک شه و اسرائیل هم قبض روحشون کنه. تعجبی نداره، مثل بادی که هزار چراغ رو یک مرتبه خاموش کنه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از احاطه او نسبت به جهان سوال کرد، در جواب چنین گفت: این جهان و آنچه در آن است با تسلط و احاطه‌ای که خداوند به من بخشیده در نزد من همچون سکه‌ای است در دست انسان
که هر گونه بخواهد آن را میچرخاند. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب حیات پس از مرگ میفرماید ملک الموت فقط از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه قبض رو گرفت. نه قبل از او و نه بعد از او از هیچ کس اجازه نخواهد گرفت. شاید بپرسید ملک الموت چگونه در آن واحد چندین نفر را قبض روح می‌کند؟ برای این کار سه امکان وجود داره. اول اینکه ملک الموت اونها رو میخونه و اجابتش میکنن. دوم فرشتگان موجودات مجرد هستن و محدودیت زمانی و مکانی ندارن. یعنی در هر ساعت و هر کجا که عجل شخصی فرارسیده باشه حاضر شده و قبض روحش میکنن. سوم اینکه ملک الموت یاران و انصاری داره که این کار رو انجام میدن. روح از دست و پا کشیده میشه. بیشتر محتضران در هوشیاری کامل این مطلب رو عنوان کردن. کم کم روح به بالای سینه میاد و در دم آخر روح به صورت سیاله روشنی از ناحیه سر خارج میشه. آخرین نفس هم چون نفخه ای اتفاق افتاده سر به طرفی خم میشه و بدن بی حرکت میمونه. قلب و ریه و مغز از کار میفته و مشخص میشه که مرگ جسم حاصل شده. کسی که اهل طاعت و بندگی باشه توسط فرشتگان رحمت و اونی که اهل گناه و عصیان و معصیت باشه توسط فرشتگان نقمت و عذاب قبض روح میشه. شاید بپرسید چطور عزرائیل برای مؤمن و کافر عوض میشه؟ تغییرات به معنای عوض شدن ماهیت ملک الموت نیست، بلکه تمثل او در ظرف ادراک مردم به صورتهای مختلف در میاد. شاید فرشتگان نقمت که یاران و اعوان ملک الموت هستند و در واقع کارشون منتسب به ملک الموت، دارای چهره ترسناکی باشن و فرشتگانی که روح مؤمن رو قبض میکنن فرشتگانی غیر از اینها باشن. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد ملک الموت چگونه روح مؤمن را قبض میکند؟ حضرت فرمود ملک الموت به هنگام مرگ مؤمن به مانند عبد ذلیل در پیشگاه مولا در پیش مؤمن می ایستد و به مؤمن نزدیک نمی شود تا اینکه ایشان خود تسلیم مرگ شود و آن هنگام ایشان را به بهشت بشارت می دهد. عزرائیل از جانب خدا اجازه داره تا نحوه قبض روح رو فرد مؤمن خودش انتخاب کنه. مؤمن حقیقی منتظر مرگ و ملک الموته. دو شاخ گل بهشتی به نام مسخیه و منسیه به هنگام قبض روح مؤمن از جانب خدا میرسه که او رو از تمام امور دنیا به فراموشی و نسیان میاندازه. ملک الموت و 500 فرشته با شاخه های گل و دسته های ریشه دار گل زعفران برای قبض روح مؤمن میان. هر یک از این فرشتگان او رو بشارت میده به بشارتی غیر از آنچه فرشتگان دیگر بشارت دادن. بسته به قابلیت شخص مؤمن چه بسا 1000، 10000 یا 70000 فرشته به دیدار او بیان. به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جان مؤمن مانند آبی که از دهان مشک فرو ریزد بیرون می آید. به راستی که انسان وضع خطرناک و مراحل هولناکی پیش رو داره و این منزل احتضار از همه منازل مشکل تره، مگر اونایی که راه خدا رو میپیمایند و خرسندی او را میجویند، که بر اینان نه تنها حال احتضار همواره بلکه به دیدار معشوق میشتابند. یکی از دوستان مرحوم آقا میرزا جواد ملکی تبریزی نقل میکنه که روزی آقا مرا خواستند. وقتی به خدمتشون رسیدم دیدم که استحمام کرده و محاسن را خضاب بسته و پاکیزه و آرام در میان بستر بیماری آرمیده بود و نماز ظهر و عصر را انتظار میکشید. در میان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه کرد و سپس دعای تکبیرات افتتاحیه را خواند. همین که به تکبیرات الاحرام رسید و جمله شریف الله اکبر را بر زبان جاری کرد، روح مقدسش بدن را ودا گفت و به ملأ اعلا و منزل اصلی خیش پرواز کرد. امیدوارم همه ما و شما همچون میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در آخرین لحظات عمرمون ذکر خدا رو بر لب داشته باشیم و با عزرائیل مواجه بشیم. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. برای جلوگیری از طولانی شدن ویدیو ادامه بحث رو به برنامه بعدی موکول می‌کنیم.
برای حمایت از ما کافی این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.